در اینجا نورث یورک سیویک سنتر مجمع عمومی سالیانه سوتا هستش و ویژن تو اومده که گزارش ویژه‌ای رو از این مراسم بگیره. با هم بریم ببینیم چه اتفاقی داره میفته. سوتا شریف یونیورسیتی آف تکنولوژی اسوسییشن انجمن دانشگاه صنعت شریف هستش. این انجمن حدود 12 تا شاخه بین المللی داره ولی شاخه تورنتو قدیمی ترین شاخه هست. این انجمن با انجمن های مشابه بر برگزاری همچنین سخنرانی های تخصصی و حرفه ای همکاری میکنه. ولی هدف اصلی این انجمن با برگزاری اینجور مراسم اینه که بتونه نسل جدید و جوان رو به شرکت و فعالیت در اینجور مراسم و گرد همایی ها تشویق کنه. داستان انسان در سیستم های دایلوژیک از این کلید واژه انتخاب و پذیرفتن مسئولیت اون انتخاب، حق اختیار، این سیستم ها رو جدا کنه. به شرط اینکه ما راجع به انسان صحبت کنیم، نه آدم. آدم تو بودن، انسان تو شدن. و در این برنامه انسان رو ما موجودی حساس، آزاد، آگاه و آفریننده میدونیم که میداند، میتواند و میخواهد که این رو در فلاسفه و حکما دنبالش بودن. من اسمش رو گذاشتم انسان حال متفکر همسان سازمان ایمان. ما در ادبیات اون اسمش رو گذاشتیم انسان عاشق آدم. والا در درجه اول که مهمترین مسئله‌ای که توی این کشور ما داریم و به خصوص ایرانی هایی که از ایران تشمیه گرن اینجا اصلا جمع شدن دور همه. تا ما کار گروهی نتونیم بکنیم و از همدیگه نتونیم استفاده کنیم و به همدیگه نتونیم اطلاع بدیم، خیلی سخته توی جا افتادن اصلا توی این اجتماع و توی این محیط، به خصوص از نظر شغل و از نظر کار بیزینسی، کاری که آدم بخواد سرمایه کوچیکی هم از کوچیک شروع کنه حالا تا بزرگ بذاره. ولی ما بیشتر تا اونجایی که میتونیم و کار میکنیم روی اینه که به ایرانیایی که دارن میان اینجا تجربیات خودمون رو به قول معروف ارسال کنیم و ریلی کنیم. فکر میکنم که این نوع گرد همایی ها چقدر میتونه مؤثر باشه، به خصوص روی نسل جوان ما. یعنی من خودم فرزندان جوانی دارم که الان رفته‌ای که خوردم این بود که اکاش اینا رو میآوردم و یک چنین گرد همایی، یک چنین نقطه نظراتی چقدر میتونه دیدگاه های انسان ها رو روشن‌تر بکنه و راهگشای های بهتری باشه برای تصمیم گیری های فردی و اجتماعی. خیلی معروفه که در کانادا میگن که خود کانادایی ها متوسط 3 تا شغل رو عوض میکنن در تمام طول زندگیشون، ولی مهاجرین که دارن میان به 17 تا هم میرسن. ابتداش برمیگرده به این که اطلاعات کاملی در مورد شغل دوم یا سوم نداشتن، همینطوری هی رفتن و رفتن تا بالاخره یه جا دیگه موندگار شدن. ولی الان ایرانیایی که دارن میان حالتی هستش که واقعا دارن شغل دوم رو دیگه میگیرن و راه میفتن و میرن جلو، برای اینکه اطلاعاتی خیلی زیادی از ماها گرفتن. نه از ماها، از ماها منظورم از قدیمیایی هستیم که اینجا اتراق کردیم و دیگه زندگی داریم میکنیم. اصولا فکر میکنم در محیطی که ما زندگی میکنیم، به خصوص در شهر تورنتو که یک شهر مالتی کالچورال هست، از اینکه ما گرد هم جمع بشیم، چه مشخصا مراکز ایرانی باشه یا افراد و اقوام مختلف باشن و ما اکسپوز بشیم به چنین ایده ها و نظراتی، این خودش خیلی میتونه مثبت باشه در رشد فردی و اجتماعی جامعه ما. یکی از اشکالاتی که ما داریم رابطه نسل اول مهاجرت اینجاست با رابطه نسل دوم که جوان ها هستن. اینها قطعا بایستی با یک چنین جوامعی آشنا بشن و ارتباط نزدیک داشته باشن و بدونن که ما پشت سر چی رو از دست دادیم، اینجا اومدیم چی میخوایم و اینجا چه امکاناتی در دسترس ما هست که ما بتونیم به اون گل و یا اون نتیجه ای اون هدفی که داریم نزدیک بشیم. اما واقعا داریم روی این برنامه کار میکنیم که تا میتونیم ما جوان بیاریم. گزارش
گزارش ویژن تو از مجمع عمومی سوتا رو دنبال کردید. حالا سوال اینجاست که راهکارهای سوتا برای جذب جوانان فعال، پویا و با دانش به این نوع گرد همایی ها چیه؟ و اینکه با توجه به پتانسیل اعضای این نوع گرد همایی ها چطور میشه از این پتانسیل برای آموزش، تحقیق و توسعه استفاده کرد؟ ممنون که با ما بودید. ویژن تو و من هنا رو دنبال کنید.